خانم ها آقایان، هم‌میهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. هم‌میهنان گرامی، من همچنان بیمارم و ناراحتی حنجره و گلو و آسم موقت هم به من اضافه شده و امروز پیش پزشک بودم، گفتش که یه نوع آسمی گرفتی که برای مثلا چند روزی این گریبان تو رو میگیره. در هر صورت اینی که من سعی میکنم که کمتر حرف بزنم و بیشتر از همکارم دکتر مصطفی دانش در برنامه امشب هم استفاده بکنم. اما مسائلی هست که همیانانی گرامی، در این حال که من واقعا قادر نیستم زیاد حرف بزنم، نمیشه ازش گذشت. امروز چند اتفاق جالب افتاده که اینها رو خدمتون باید عرض کنم. اول این مسئله اینه که یکی از سرداران محترم سپاه اسلام به اسم آقای سردار ابراهیم جباری که سمت ایشون گویا معاونت مقاومت بسیج اعلام شده و ببخشید فرمانده سپاه ولی امر عنوان شده، سخنرانی کرده در قزوین و نکاتی رو یادآوری کرده که خیلی جالبه. همیهنان گرامی، ایشون گفته که اگر خاتمی میخواهد برگردد، یعنی به سوی اسلام برگرده، یعنی آقای روزخان بزرگ برگرده یا به طرف همین اراذل و اوباش سپاهی و اینها برگرده، بایستی زانو بزنه و بگه غلط کردم. اصلا همیهنان گرامی، آدم وقتی که به فرهنگ حاکم بر مملکتمون ما نگاه میکنیم، میبینیم حتی در زمان این دوران عقب افتاده، عقب مانده، نمیدونم، پر از خیانت دوره قاجاریه هم، شما یه همچین آدمایی رو حتی در شهرستان‌های بسیار دور افتاده ایران این نمیدیدید که از این فرهنگ حاکمینش استفاده کنن. این آقای سردار که معلوم قبل از انقلاب یا مال اون محله بدنام بوده، قاپماپ میریخته یا تو خیابون جمشید یا توی نمیدونم میدان بارفروشا سرعملگی یه در بحث داشته، از همون فرهنگ هم در سخنرانی خودش استفاده میکنه و برای اثبات نظراتش به قدری این استدلال های آبکی و احمقانه به کار میبره که شما حیرت میکنید از این که واقعا اینا، حالا اگر خودشون آدم های عقب افتاده هستن، آدم های نمیدونم متحجری هستن، آدم های بیسوادی هستن، آخه کسی نیست به اینا بگه که آقا شما دارید در مملکت این صحبت ها رو میکنید که اکثریت تقریبا 70% جوانه، 65% دانشگاه های ایران زنان میهن ما درس میخونن توش، یه نسلی که ماها در خارج از کشور، من خودم به شخص همیهنان گرامی وقتی با این بچه های جوانی که از ایران میان صحبت میکنم کم میارم، باور کنید خیلی جا اینقدر اینا مستدل و مستند و با آگاهی حرف میزنن. خب وقتی که این مردک میاد میره در قزوین، در نمیدونم پایگاه بسیج، ولی یه ده از اون عمله هایی که مثل خودشان حرف میزنه، خب این باید بدونه که این حرفا، این نظرات منعکس میشه. و خب دیگران چی میگن؟ آخه اون رئیس روزخانه که اون بالا نشسته که ادعا میکنه تمام رهبری جهان اسلام رو به دست گرفته و نمیدونم کپی انقلاب 57 رو در این کشورهای اسلامی دارن پیاده میکنن، که داره برعکسش ثابت میشه. یعنی شما وقتی توی تظاهرات مصر رو میبینید، میبینید عکس همین آقا رو، آقای رئیس روزخانه رو با احمدی نژاد و با قیافه‌های بسیار مضحک کشیدن، یه زبدر هم روشون زدن، یا در لیبی یا در مصر، نمیدونم همین الان در سوریه بریم ببینید چه تظاهرات مخالفت آمیزی با رئیس روزخانه و احمدی نژاد و دار دسته اینا میکنن.
فقط در یک کشور هست، یک کشور، که در اونجا اون کسانی که به اسم یک حزب سیاسی فعالیت میکنن همه برده این آقا و اونم حزب الله لبنانه، ست حسن نصرالله. حالا براتون نمونه میارم که این مدلک آقای جباری چی گفته اتفاقا راجع به ست حسن نصرالله. این آقای جباری میگه که جوانان و نوجوانان در دوران دفاع مقدس با سن کمشان از عزت، شرف، تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کردن. خب بله، به تو چه ارتباطی داره؟ این آقا نمیگه در جریان جنگ ایران عراق این تخصص بالای واحدهای ارتشی ایران سهم درجه یک داشت، ارتشی که رهبرانشون رو اعدام کرده بودن، بسیاری از افسران رو وادار به فرار کرده بودن، ولی استخوانبندی این ارتش یه ارتش تحصیل کرده یه بسیار پیشرفته بود. حالا شما گفتم میتونید با اون رژیم موافق باشید یا مخالف باشید، ولی نمیتونید منکر این باشید که یک ارتش رزمی تحصیل کرده در تمام منطقه بی نظیر بود. سهم اونا رو در حفظ سرزمین‌های ایران اینا اصلا به نظر نمیارن، اشاره نمیکنن بهش. هی میگن سپاهیان اسلام و منظورشون هم همین عرازل و باشه مثل محسن رضایی و همین خودشون، اینا که تو جبهه هفتیر بسته بودن این ورون ور میرفتن ولی کار عمده رو ارتشی ها میکردن و جوانای شجاع مملکت ما که برای دفاع از میهنشون جونشون رو دادن. خب اگر این طوری بود به قول همین آقای رفسنجانی چرا پس جبهه ها خالی شد؟ برای اینکه شما رفتید به بچه ها گفتید آقا اجازه نمیخواد از پدر مادرتون اجازه بگیرید برید تو جبهه ها، برید به جنگ. خب یه مدتی تونستین این کارو بکنید، بعد مردم دیدن آقازاده های خودتون قشنگ یا فراریشون دادین یا قایمشون کردین، اما حالا دوباره همه میگن بچه های ما تو جبهه بودن، در حالی که نبود اینطوری. بچه های مردم فرستادن رومین، دسته دسته هزاران نفر، صدها هزار نفر کشته شدن، آقایون بچه‌هاشون رو فرستادن خارج از کشور، آقازاده‌ها بعد برگشتن همه با تیترای قلابی. یکی دوتشون هم اعلام کردن که نخیر آقا، بسیاری از آقازاده‌ها شیمیایی شدن، یک نفر شما ندیدید. حالا دیگه همه ادعا دارن، بگذاریم. بعد ایشون چند جا اشاره میکنه، میگه که غربی‌ها چاره جز قبول شرایط ایران ندارن. ببینید اینا چقدر پرتن از قضایا، نه که فکر کنید که نمیدونن، میدونن. چقدر اون آدمایی که اون میگن بوز اخبارش، اونایی که اونجا نشستن تو پایگاه بسیج همه رو شستشوی مغزی دادن، یه حقوقی هم بهشون میدن، و اینا و اون عرازل اوباش حزب الله به اینا اینطور پهموندن، اینطور حقنه کردن که آقا غرب اگر نفت ایران یه روز به روش بسته باشه بدبخت، بیچاره هیچی ندارن دیگه، همه میخورن زمین. ببینید چی میگه جباری با بیان اینکه استقامت عامل پیشرفت جمهوری اسلامی است، یادآور شد ما با استقامت و مقاومت به این مرحله رسیده ایم و غربی ها چاره ای جز قبول شرایط جمهوری اسلامی ایران ندارن. ببینید آقا میگه ما در شرایطی هستیم که غربی ها غلط میکنن چیزی بگن، اینه که بینشون اختلاف افتاده و میزنن تو سرشون چی کار کنی. یه خط پایین تر فرمانده سپاه ولیعهد با بیان این که دفاع مقدس باید محور فعالیت های هنرمندان، نویسندگان، شاعران و و قرار بگیرد، تأکید کرد باید رشادت هایی که در دفاع مقدس خرج شده ترسیم، انتقال و انعکاس پیدا کنند و برای تبیین این مهم همت ویژه باید به خرج شود. یعنی دیگه گور پدر هنر. هنر یعنی چی؟ فقط باید در چارچوب اون جبهه مقاومت، اونم نه شما خیال کنی از مردم، نه این عرازل اوباش نشون بدن که لباس سرداری تنشونه در جبهه کفر دارن با صدام میجنگن، صدام شکست دادن. البته اینا هیچ وقت نمیگن جام زهر رو امام نوشید، اینا میگن ما پیروز شدیم در جنگ،
جنگ و پیروزمندانه بردیم. هنوزم میگم اصلا مثل که ملت کر و کور بودن، نفهمیدن که امامشون جامو کشید بالا و اینا پیروزمندانه فرار کردن همه. نه، میگم ما جنگ رو بردیم. به در ادامه گفت با یادواره شهدا قیمتی است ولی کافی نیست و همه هنرمندان در همه زمین ها باید پیرامون دفاع مقدس به میدان بیایند. بله. خرج کنید دولتو. اینا هم هی فیلم های مربوط به روزخانی در جبهه ها و نمیدونم دیدن آقا امام زمان و با اون حاله نور از این حرفا فیلم بردارن. حالا بعدم میگه که این انقلاب که پیروز شد دو چیز داشت، یکیش ارزش های الهی و قرآنی بود، یکم وجود شخص امام. اگه این دوتا نبود اصلا ما نه پیروز نمیگه. اگه این دوتا نبود، یعنی اگه اون شخص آقای خمینی رهبر کبیر نبود اصلا جنگی پیش نمی اومد. ایشون بود که مملکت ما رو به این فلاکت انداخت و نائب برحقش رئیس روزخانه که مملکت رو به این فرم در آورده. بدبختی امروز نمایندش وارد کاوش باکو شده. تو باکو از هواپیما که اومده پایین یقش رو گرفتن سوار هواپیما بعدی کردن گفتن برگرد تهران. ایشون معاون قسمت بیت رهبری در سفارت ایران در باکو بوده، برش کردن بیرونش کردن از آذربایجان. بعد میگه که ذلت و خاری اصلاح طلبان به علت نبود ارزش ها بود. به با اشاره به دوران اصلاحات یادآور شد اینکه اصلاحاتی ها ذلیل در برابر دشمنان با ذلت و خاری برخورد می کردن به علت نبود ایمان و پایبند نبودن به ارزش ها بود که نمونش در انرژی هسته ای آن دوران کاملا به چشم می خورد. مردک نمیگه که اون زمان این آقای حسن روحانی که کاری نبود، مثلا همه کار رئیس روزخانه بود، از او دستور می گرفتن. حالا همه رو انداختن گردن اونا. یعنی خیال کردین اگه آدمی باشه که وارد نباشه به مسائل جمهوری اسلامی، خیال میکنه اینقدر در اینجا استقلال است که مثلا آقای خاتمی یا آقای رفسنجانی بدون اینی که به رهبر مثلا اعتنا بکنن خودشون کارا رو رهبری میکردن. اینی که میگه دوره ذلت اینا بوده، برای اینکه اینا وارد نبودن چجوری در برابر دشمن باید ایستاد. نمیگه آقا رئیس روزخانه و موقع هم دخالت میکرد. و ببینید این طرف رئیس روزخانه چقدر رنده و چه آرتیستیه که همینطور تر تمام کارها دخالت میکنه، بعد در دور بعدی یه جوری وانمود میکنه که اونا اشتباه کردن، حالا من طرفدار اینا. بعد راجع به آقای خاتمی هم میگه که به ادامه داد این راه برد از دوره اصلاحات آغاز شد و به دنبال آن نیز یک مش مزدور نیست، خودشون اینطوری هست، یک مش مزدور در فتنه 88 فریاد نقزه نلبنان جانم فدا ایران سر دادن. اینا رو خیلی سوزونده این شعار نقزه نلبنان جانم فدا ایران، آتیش زده اینا رو. به قول احمدی نژاد از اصطلاح خودشون آب و بعد ریخ اونجایی که میسوزه، خیلی اینا رو سوزونده این شعار مردم ایران. به اینا میگه مزدور. نیست خودشون اینا مزدورن، نیست خودشون اراذل اوباشن، به اونا میگن اراذل اوباش، مزدور، خودفروخته، یعنی چیزایی که به خودشون میچسبه. حالا اینجاش جالبه، جباری گفتگو و فتنه 88 را از دیگر راهبردهای دشمنان انقلاب برشمرد و افسود دشمنان میخواستن با استفاده از فردی که تبدیل به ضد انقلاب شده و نام نخست وزیری امام را یدک میکشد استفاده کنن و انقلاب را منحرف کنن. یعنی همونی که خودشون تایید کرده بودن، اون چهارتایی که یکیش آقای موسوی بود، میگه اون ضد انقلاب بوده و اینا. حالا بگذاریم. فرمانده سپاه ولیعهد اذعان کرد موسوی و همسرش در دوران اصلاحات به استدلال ببینید تو رو کنید به استقبال شیرین عبادی بی حجاب و ضد انقلاب رفته و از او در دانشگاه الزهرا تجلیل کردن. بحبه چه استدلال های محکم، آدم کیف میکنه. اینی میگن جنرال، اینی میگن فیلد مارشال.
ژوکوف کیه؟ مونتگومری کیه؟ آیزنهاور کیه؟ اینا باید بیان از اینا درس بگیرن که این مسئله خودش نشان دهنده انحراف موسوی و همراهی او با ضد انقلاب است. چرا؟ برای اینکه از خانم شیرین عبادی در دانشگاه از زهرا استقبال کرد و خاطر نشان کرد افرادی که بیانیه‌ها و نامه‌های بدون سلام نامه نوشتن بدون سلام به رئیس روزخانه، این میدونی یعنی چی؟ یعنی جنایت. میفرستادن با روی پا روی خون شهدا و اعتقادات مردم گذاشتن و امروز نیز در خفت و خاری به سر میبرن که باید در این شب آرزوها، در این شب آرزوها از آن خدا برای خود طلب مرگ کنن، چرا که خون به دل مردم و فرزند زهرا رهبر انقلاب کرد. آخ اینجا یه روز خون بخونه و ما گریه کنیم برای آقا که مظلوم واقع شده. بله حالا جباری یه جمعه که بله جباری با اشاره به صحبت‌های اخیر سید محمد خاتمی پیرامون بازگشتش به عرصه سیاست یادآور شد. خاتمی که میخواهد پس از این همه خیانتها به میان مردم بازگردد باید جلوی مردم زانو زده و بگوید غلط کردم. میدونی چرا اینه میگه؟ برای اینکه اون مرده که خاتمی همین هفته گذشته دو هفته سه هفته پیش بود گفت نمیشه که گفت ما اصلاحات رو میپذیریم ولی نظام رو زیر سوال میبریم، هر کی این کار میکنه خیانت میکنه. ما تابع قانون اساسی در چارچوب اسلام و جمهوری اسلامی است. اینو حق دارن اراذل اوباشی مثل جباری بزنن تو پوزش و بهش بگن که تو باید بیای زانو بزنی و بگی غلط کرد. حالا جباری تصریح کرد اصلاحاتی ها یک مش لایک و سکولار هست. اصلا نمیفهمه لایک یعنی چی سکولار، خیال کنه فوشه، میگه یه مش لایک و سکولار هم. یعنی یه مش آشغال. به نظر این سکولار یعنی آشغال، لایک یعنی آشغال. اما بو جن دادن و حمام شش ما نرفتن و نمیدونم حرفای کثافت زدن و فحاشی کردن یعنی اسلاب ناب محمدی، اینجوری میگه دیگه. حالا ایشون میگه که به از آن که دعوای این افراد پیش از مقام معظم رهبری با امام و شهیدان است و توهین به امام هادی هم از این جمله است. مثل این آقای چیز شاهین نجفی که اون شعر خونده، این وضع کرده اونجا. حالا ولی اینو میگه، میگه که ما یه جا میگه که ما همه کارهایی که داریم میکنیم این هست که به ضد انقلاب بفهمونیم که خط قرمز ما سید حسن نصرالله است. سید حسن نصرالله پاره تن ماست. اینجا میگه، میگه پاره تن ماست. چرا؟ برای اینکه به مقتدای ما، به مولای ما، یعنی همین روزخانه، رئیس روزخانه معتقده. بنابراین اینا که میگن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینا رو باید از صحنه گیتی حذفشون کرد. چرا؟ برای اینکه به فرزند مولا، کسی که کت مولا رو میبوسه، یعنی کت این آقای خامنه ای رو، به اون توهین کردن. بله خیلی حرفای جالب زده که اینا رو همه رو باید قاب کرد. هم میانانی گرام اینا رو باید قاب کرد و یه همچین آدم هایی واقعا اصلا سابقه نداره، ما تو تاریخمون نداریم همچین چیزایی که کسایی این ادعا رو بکنن. این قسمتی که مربوط به سید حسن نصرالله بود خواستم براتون بیارم، پیدا نمی کنم. قسمتش خیلی کمدی بود و به قدر این حرفای جالبی زده در این مورد که پیدا نمی کنم در حقیقت اینو که براتون بخونم که این راجع به آقای سید حسن نصرالله چی گفته. بله بگذاریم آنه، بعدن شاید در یه شب دیگه براتون بگم. اما عمیانان گرامی یک موضوع بسیار جالبی که شما آگاهی ندارید و باید حتما بدونید اینه که یک بار دیگه اسلام به شدت به خطر افتاده و جریانم اینه که مغازه ها شروع کردن باز به کراوات فروختن و اینا غافل هستن از اینکه این کراوات هایی که آویزون کردن، اینا هر کدومش یک دونه میخیه که داره فرو میره به عقاید و نظرات اسلام ناب محمدی آقایی. کراوات در کشور اسلامی میدونی یعنی چه جنایتی؟
چه جنایتی داره میشه و شما خوابین، امت در صحنه خوابن و نمیدونن. حالا نوشته که مغازه ها رو گفتن آقا شما دیگه اجازه نداری کراوات و پاپیون و این چیزا آویزون کنی. البته نوشته که با کاسبا که ما صحبت کردیم، این رو رادیو فردا گزارش داده، یه عده صحبت کردن، اینا گفتن آقا به جواد درودیان گفته آقا این رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفته آقا از روز اولی که انقلاب شد تا به حال هر دفعه اینا اومدن به ما گیر دادن، اینو گفتش که تو چرا کراوات میپوشی، و یواش یواش کراوات رو حذفش کردن. حالا رسما دیگه میگن اجازه نداری. یه جلسه هم بوده مربوط به عدالت در میان قضات بوده، این آقای قرائتی یه آخوندی هست بسیار بی سواد، بسیار ولی حرفای جالبی میزنه. از جمله میگه اگه دیدی که یه آخوندی افتاده تو استخر شنا بلد نیست، دستتو دراز نکن بهش بگو، به آخونده بگو دستتو بده به من، باید بگی دست منه بگیر، برای اینکه این آخونده همیشه دست بگیر دارن، دست بده ندارن. بعدم میگه تو یه پولی میدی دست آخوند من میتونی بگیری ازش. اینا رو همه قرائتی گفته. گفته شما خیال کردیم ما اومدیم بعد تفری؟ بله نگاه کن این عین خبریه که مرسی وارتا خبر گذاشته، آغاز جمع‌آوری کراوات ها از مغازه های ایران. بعد رفته در یک سخنرانی اینجاست، محسن قرائتی مسئول ستاد اقامه نماز جمعه روز 29 اردیبهشت در نخستین همایش اخلاق در وکالت خطاب به وکلایی که کراوات داشتن گفت کراوات یک پوشش بیخاصیت است، نه شما را گرم میکند نه میپوشاند و نه نشان شخصیت شماست، بهتر اونه که از گردن تو باز کنید. یکی نیست از اینا بپرسه آقا این 10-20 متر پارچر که دور کلت بستی این چه خاصیتی داره، گرمت میکنه، شخصیت بهت میده؟ والا نمیده. یکی گفتش که آقا، یکی از دوستای من تعریف میکرد، میگفت به یه نفر گفتن آقا تو اگر دو روز این انگشت تو ببندی اگه زخم باشه چه اتفاقی میفته؟ گفت یه خود سفید میشه. گفت اگه یه هفته ببندی چیه؟ گفت لیچ میفته. بعد از دو هفته هم این انگشت اگه روش رو ببندی فاسد میشه. گفت پس آقا اینا که 80 سال دور کلهشون از اینا میبندن، پس کله اینا به کلی فاسده دیگه. این دیگه این جوکم افتاد دهن مردم. اینا رو من نمیگم، اینا رو مردم تعریف میکنن. 80 سال یارو اینی میبنده دور کلهش، خب معلومه فاسد شده. این مزخرفات هم از همین سرا میاد بیرون دیگه. کراوات شده ضد اسلامی. کسی که کراوات میزنه ضد انقلاب. آخه تو رو به خدا ببینید. خجالت اینا نمیکشن. یعنی این انقلاب شکوهمند صورت گرفت سر کراوات و اینا بود مسئله شون. چکمه بپوشن میگن زنا چکمه که میپوشن باعث تحریک مردم، مردشور اون مردی رو ببره که از یه دونه چکمه تحریک بشه. بله. حالا و خبرهای دیگه. یه خبر دیگه بود راجع به همیهنان باهایی ما که دویچه وله مصاحبه کرده با آقای ثابتیان، اصلا با آقای فرهاد ثابتیان. واقعا من برای شما بگم همیهنان، در هیچ در عقب افتاده ترین کشورهای جهان شما یه همچین مناظر شنیع رو پیدا نمی‌کنید که یه آدمی در زنده بودنش سازمانی، یه دینی، یک نمی‌دونم اعتقادی در دوران زندگیشون مردم آزار، 300 هزار تا باهایی هموطن ما چقدر آزار به اینا دادن، خونه هاشون رو ویران کردن. این آقا این صحنه کربلا که تا این آخونده اون بالا میخونن پیچ گریه رو باز میکنن، در مورد این باهایی ها همیهنان باهایی ما صدق میکنه. خونه هاشون شبونه با بولدزر خراب کردن. میگه یکی از بچه های باهایی ها رو، یکی از بچه هایی که باهاییه تو مدرسه، معلمش دستشو اینقدر پیچونده تا شکسته تو باهایی هستی، یکی دیگه دست بچه رو سوزونده که تو چرا باهایی هستی، بچه دبستان. بعد میگه نه تنها اینا نمیتونن کاسبی کنن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن تو خونه شون آرامش داشته، قبرای اینا هم مرده هاشون هم آسایش ندارن. آخه این چه دنیاییه که من شما این کار رو در زمان آلمان هیتلری میدیدید. هیتلر مرتب این تلقیم میکرد به اون اراذل اوباش دور بر خودش، اس اس ها و گشتاپو و اینا، که در هر کشوری که کشف میکنی فتح میکنی بایستی یهودی ها یه علامت ستاره داوود بزنن که مشخص باشن. تو ایران هم دارن همین کارو میکنن و دنیا خوابه، همش به چه مسائل اتمی هست، انگار نه انگار تو مملکت ما این اتفاقات داره میفته.
خب اجازه بدید که من قرار شد کم حرف بزنم، نمیشم یعنی ببخشید. صد هزار کارگر در از همین چهار ماه گذشته خبر دویچه وله است، صد هزار کارگر ایرانی بیکار شد. اب نداره اسلام به خطر نیفته، کراوات و یه خود مو بیرون نباشه، صد هزار تا کارگر چه، 200,000 2,000,000 10,000,000 بیکار بشه، بمیرن گرسنگی، کلیه بفروشن بمیرن، کلیه بخرن بمیرن، برای اینا فرق میکنه؟ مهم نیست. اسلام به خطر نیفته، اسلام به خطر بیفته خیلی وضع خراب میشه. شما کراوات بزنی میری تو خیابون، خیال میکنی اسلام به این راحتی همطور محکم میمونه؟ وقتی شما کراوات هم میزنی اسلام میمونه؟ نه دیگه، اسلام به خطر میفته. چکمه میپوشی اسلام به خطر میفته. این اسلام من نمیدونم چه جوریه با این چیزایی به خطر میفته. سلام دوستانش. شما یه کارایی نکنین آقای دوستانش، اسلام به خطر میفته. این گفته عباس مدنی هم هست، رئیس اتحاد اسلامی در واقع الجزیره، که میگه اگه چندین میلیون هم کشته بشن از مسلمان ها برای شکوفایی اسلام مهمه. اسدالله راجوردی این جنایتکار معروف زندان اوین هم این همه حرف میزنه. خب یادتون باشه همون عباس مدنی توی الجزیره دیدین چیکار کردن، خونه های مردم میریختن، قتل عام میکردن، همه رو سر میبردن، زن حامله، دختر، بچه، پسر، بعد به دخترام تجاوز میکردن و سر میبردن. کاملا درست. خب دیگه اسلام اینطوریه، اسلام در خطر. اسلام مثل کش میمونه، هر طرف میتونی کشش بدین، هیچ قانون براش. بله. خب شما از کراوات صحبت کردین، ببینید رهبران اینا در واقع معلمین اینا، اخوان المسلمین مصر، همه کراوات میزنن. بله. اینا بله. کراوات رو ضد اسلام میدونن. بله. خب دکتر دانش عزیز، این آقای رئیس جمهور جدید آقای اولان امروز صحبت کرده از حمله نظامی به سوریه و مثل که خیلی این جریان کشتار در سوریه همه رو عصبی کرده و تصمیمات که میدونی آقای کوفی انان هم ملاقات کرد با اسد و آخرین اختراع رو بهش داد، اونم اصلا حالیش نیست، همطور نشسته حرف میزنه، میگه روسا هم حتی شل شدن در این وسط. ببینید شرایط داره در واقع در مصر کاملا تغییر میکنه و در سوریه. چیزی که در سوریه و صحبتی که اولاند کرده در واقع اینه که برای اولین بار رئیس جمهور جدید فرانسه قبل از اینکه رؤسای دیگر کشورهای مختلف در این باره صحبت بکنن آمادگی نشون میده که حمله نظامی بشه، ولی خب اون یک پرانتز هم باز میکنه، میگه حمله نظامی با تصویب قطعنامه شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد. خب اینو میدونیم که در واقع اگه بخواد به سوریه حمله بشه باید از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد 9 عضو رأی مثبت بدن و در ضمن تمام اعضای دامپی وتو نکنن، که اینم امکان پذیر نیست. این درست عکس سیاست سرکوزیه. کاملا. و میدونی که در واقع چین و روسیه مخالف حمله به سوریه هستن، ولی مهمتر از همه اینه که این اواخر در واقع آمریکا هم آمادگی حمله نظامی نداره، گزینه نظامی مطرح نیست به چند دلیل. یکی اینکه در واقع چنین قطعنامه‌ای وجود نداره و صحبتی که اولاند میکنه به نظر من اون خودش هم میدونه که در شرایط کنونی در حال حاضر در واقع امکان حمله نظامی به سوریه صفره و آمریکا هم چنین نظری نمیده و مهمتر از همه اینه که شرایط در واقع سوریه با کشورهای دیگه فرق میکنه. برای من خواستم اینو بگم دکتر دانش، ببینید من یه بحث خیلی جالبی رو گوش میکردم، مثلا نوشته در لیبی همیشه همه جا صحرا بود، بعد اون مناطقی که اینا میزدن تعداد جمعیت زیادن، سوریه کشور کوچیکه، میدونی لیبی خیلی بزرگ بود دیگه، بیشترش هم صحرا بود، کوچیکه. در سوریه اگر نیروهای خارجی بخوان دخالت کنن باید پیاده نظام بفرستن، نمیشه بمباران کنن. بچو در یکی که در واقع تراکم جمعیت بسیار زیادتر از لیبیه و کاملا درسته، و موقعی که حمله میکنن مجبورن به مناطق حمله بکنن که تراکم جمعیت وجود داره، طبیعتا عده زیادی کشته میشن. ولی یک فرق اساسی بین لیبی و سوریه هم وجود داره. ببینید ارتش لیبی، ساختار ارتش لیبی، ساختمان ارتش لیبی، استرکتور ارتش لیبی مستحکم نبود و همون روزهای اول اگه یادتون باشه عده زیادی به طرف شورشیان رفتن. جنرال معروف قذافی عبدالفتاح که وزیر داخلش بود با گروهی از ارتشیون به طرف شورشیان رفتن، ولی در سوریه فرق میکنه. در سوریه در واقع ارتش سوریه سرنوشتش با سرنوشت بشار اسد گره خورده، رهبری ارتش و سطوح میانی،
و اینها حاضرن، وفادارن، 100% وفادارن و کشورهای غربی نمیدونن و حاضرن بجنگن. و اگه حمله به سوریه بشه جنگ عظیمی در میگیره و در این صورت ده ها هزار نفر کشته خواهد شد. این یک مطلبه. خب مطلب دوم اون موضع جو استراتژیک سوریه است. این کنار لبنان که همکنون جنگ سوریه به لبنان هم کشیده، در بیروت زد و خورد میشه، به عراق میتونه کشیده بشه، به ترکیه میتونه کشیده بشه و مسئله جمهوری اسلامی مطرح است، همپیمانان خود در واقع بشار اسد مطرح است، حزب الله لبنان مطرح است با 50,000 موشکی که در اختیار داره، حماس مطرح است. اینا مسائلی است که به نظر من باید بهش توجه بشه. و جالب اینه که در این 11 سالی که آمریکا در افغانستان جنگیده و در عراق جنگیده، در واقع خود مردم آمریکا هم خسته شدن. یعنی اون آمادگی در شرایط کنونی وجود نداره که بخواد آمریکا حمله به سوریه هم بکنه. و زمانی آقای مناخم بگین یک تئوری داشت، میگفت جنگ‌های وجود دارن که اینها جنگ‌های اختیاری هستند، میشه صرف نظر کرد، الزامی نیستن. و جنگ‌های وجود دارن که الزامی هستند و اون جنگ در واقع استقلال پاچیرو اسرائیل رو در سال 1947 تا 49 رو در واقع جنگ الزامی میدونست. و جالبه که این همین صحبت ها رو دیروز آقای اوباما پریروز در آرلینگتون در واقع قبرستان آرلینگتون کرده به احترام قهرمانان شهدای جنگی و میگه که ما در آینده موقع سربازانون رو به جنگی میفرستیم که 100% لازم باشه. یعنی در واقع جنگ سوریه براش لازم نیست که در این شرایط به سوریه سرباز فرستاده بشه. و اینا سعی میکنن در واقع بتونن رژیم بشار اسد و خود بشار اسد رو از لحاظ دیپلماتیک به قدری ایزوله بکنن، به قدری منزوی بکنن و بتونن کشورهای دیگه از کنارش عقب نشینی بکنن. و مهمتر از همه موضع روسیه است و روسیه داره قدم به قدم به غرب نزدیک میشه. و در نشستی که دیروز بین هاوک وزیر امور خارجه انگلستان و لاروف وزیر امور خارجه روسیه بوده، اولین باره که لاروف میگه که مسئله ما در واقع ملت سوریه است، مسئله ما در سوریه بشار اسد نیست، ما خانه از بشار اسد نیست. یعنی دولت سهمی نداره، مردم روز به روز داره در واقع موضع روسیه از موضع طرفداری از بشار اسد جدا میشه. و حتی میدونین که زمانی بود آقای صالحی وزیر امور خارجه ایران سخنرانی میکرد و میگفت که در واقع اگه تغییراتی در سوریه بخواد به وجود بیاد باید بشار اسد حفظ بشه. ولی با صحبتی که لاروف دیروز کرده، حتی موضع سوریه بر در تضاد با موضع ایران قرار گرفته. دکتر دانشاخه میدونید اینا تو ایران اصلا برشون منافع ملی که اهمیته. روسیه الان این تغییر چیزی که داره میده، تغییر روش که میده، روی مساله خودشه. یعنی منافع خودشو در نظر میگیره، بعد دفته. میگه که روسیه نمیره دیگه، یا دفته. چی نمیتونه. تنها کشوری که میگه بسیار سرنوشت ما، منافع ما گره خورده به مثلا بشار اسد یا نمیدونم حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله که الان گفتم، این جمهوری اسلامی که همیشه هم اشتباه میکنه. خب طبیعیه، به خاطری که برای کاملا منزوی است جمهوری اسلامی. من یه گزارش دیروز میخوندم دکتر دانش، این بود که میگه آمریکا، یعنی حکومت آقای اوباما، میگه که ما دیگه در گذشته مثل ویتنام و مثل جنگ کره و نمیدونم حتی جریان عراق نمیان آمریکایی‌ها وارد یه جنگی بشن که کشته بدن، تعداد بیشماری سربازای آمریکایی کشته بشن، میلیاردها دلار خسارت به ارتش آمریکا و ملت آمریکا وارد بیاد، در حالی که جنگ هزاران کیلومتر از آمریکا دورتر. حالا میگن خب در به اصطلاح سوریه این کشورهای عربی به قول شما 700 میلیارد دلار درآمد عربستان سعودی و این شیخکاس، خب سربازان که بنزه کافی اینا دارن، اسلامی میگن باید به همیهنان اسلامی مونم، خب برن این کارا رو بکنن. آمریکا بهشون البته از نظر استراتژیک کمک میکنه، بهشون میگه آقا چیکار بکنی، اصلاً هم اگه لازم شد بهشون، ولی وارد جنگ نمیشه. ببین استراتژی آقای اوباما و دولت واشنگتن امروز اینه که جنگ هایی که همونطوری که مناخم بگین گفت اختیاری هستن، درست. یعنی در واقع وار اف چویس میگن بهشون، اینها در واقع چنین جنگای نشه. حتی جنگ ویتنام جنگ اختیاری بود، احتیاج نبود که آمریکا در واقع 10,000 کیلومتر در ویتنام بخواد بجنگه، اصلا منافع آمریکا و خطری برای آمریکا وجود نداشت. ولی جنگ‌هایی میتونن به وجود بیان که منافع آمریکا هم در خطر یا منافع اسرائیل به خطر میفته. به طور مثال در رابطه با ایران کاملا فرق میکنه. اگه روزی جنگ برخوردی بین اسرائیل و ایران جمهوری اسلامی در بگیره و منافع اسرائیل و موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، آمریکا وارد این جنگ خواهد شد و این جنگ براش الزامیه.
در واقع شرایطی که امروز در دنیا وجود داره، به خصوص در آمریکا و مردم آمریکا در واقع خسته شدن از جنگ، خواهان این نیستن که در هر جنگی شرکت بکنن و سوریه براشون اولویت نداره. و جالبتر از این اینه که امروز سیاست جنگی آمریکا بیشتر هواپیماهای بدون سرنشینه. در واقع با این هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مختلف دنیا، در پاکستان، در افغانستان، در یمن، در سودان، در سومالی، حتی خلبانشون هم به خطر رفتن، هم خلبانه خطر رفتن و در واقع مبارزه برای جنگ، برای ترور رو انجام میدن و تا جایی که اصلا مسئله حقوق بشر دیگه مطرحه. خب این جریان یمن چیز پیشنهاد آلمان چیه که معتقده همون کاری که در یمن شد صالح عبدالله صالح رو گذاشتن کنار، معاونش رو آوردن، یعنی اون به اصطلاح چارچوب دست نزدن به هم نخورد. خب این چه پیشنهادیه؟ ببین پیشنهاد آلمان اینه که اگه ما بخوایم در واقع جنگی بر علیه سوریه راه بندازیم یا ناتو بخواد انگاره بکنه، باعث نه تنها کشتار مردم سوریه خواهد شد، ده های هزار نفر کشته خواهند شد، بلکه سوریه مرکز آتش خواهد بود و آتش سوریه منطقه را در بر خواهد گرفت. پس بهترین راه اینه، طرحی که آلمان پیشنهاد کرده، آقای وسترولله پیشنهاد کرده، وزیر امور خارجه آلمان، چه کسی که اینه که در واقع و آمریکا هم پذیرفته. جالب اینه که این طرحی که در واقع بیان عین شرایط یمن، مانند این که عبدالله صالح را گذاشتن کنار و معاون او منصور هادی قدرت به دست گرفت و رئیس جمهور در واقع انتقالی شد و سیستم و نظام دست نخورد و تمام کابینه مثل الان مصر یه چنین طرحی هم در سوریه پیاده بکنن با مسئولیت قضایی دادن به بشار اسد. یعنی بشار اسد در واقع مسئولیت قضایی پیدا میکنه، میتونه به یکی از کشورهای دیگه بره بعد از این همه جنایات، ولی با این وجود ناتو و کشورهای ناتو دارن اینو میپذیرن. و جالبه در کنفرانس گروه صنعتی 8 در آمریکا در ماه مای در چند روز پیش، آقای اوباما در کمپ دیوید، آقای اوباما این طرح رو میپذیره. یعنی در واقع خود آقای اوباما هم خواهان جنگ، یا آمریکا هم خواهان جنگ بر علیه بشار اسد نیست یا در واقع گزینه جنگی مطرح نیست. این شرایطی که امروز وجود داره و این پیشنهاد آلمانه. و به نظر من اگه چنین پیشنهادی با طرح کوفی انان با هم در واقع در ارتباط بیان و شورشیان بپذیرن بعد از 13,000 نفر، روسیه هم قبول کرد، روسیه هم اینو قبول کرده. روسیه دیروز در سخنرانی یا صحبتی که با هاگ وزیر امور خارجه انگلستان در مسکو داشته آقای لاروف، غیر مستقیم اینو پذیرفته. شما آلمانیشون یه هگ، بله هگ، اینو در واقع پذیرفته. و این اولین باری است که روسیه چنین مطرح میکنه که برای ما ملت سوریه مطرح است، نه حاکمیت بشر اسد. این صحبتی است که لاروف دیروز کرده و به نظر من یک تغییر اساسی در سیاست روسیه به وجود آمده و این در تضاد با جمهوری اسلامیه و از این لحاظ بسیار اهمیت داره برای که کنفرانس بعدی گروه 5 به اضافه 1 در رابطه با برنامه اتمی ایران در مسکو و قدم به قدم روسیه در رابطه با سوریه در از ایران جدا میشه و به احتمال قوی غرب و کشورهای ناتو و آمریکا میتونن روسیه را در رابطه با برنامه اتمی ایران هم قدم به قدم از مواضع ایران جدا بکنن. خب دکتر دانشوار، برم گردیم سر مسئله نفت و این تحریم‌هایی که از چند روز دیگه هم مال اروپا هم مال آمریکا شروع میشه. بعدم مسئله الان داریم می‌بینیم کره جنوبی، ژاپن به مقدار زیادی از وارداتشون نفتشون کم کردن، چین همینطور، هند همینطور. یعنی عملاً شما می‌بینید که هند با همه اون طرفداری‌های ظاهری که می‌کرد از جمهوری اسلامی و چین، اینا دارن مثلا همون راهی رو میرن که ژاپن طرفدار غرب و کره جنوبی دارن میرن. و ایران اینقدر مستثر شده برخلاف اون حرفایی که سرداران محترمشون، سرداران اسلامشون میگن غرب بدبخت شده، بیچاره شده که ما جلو نفت رو میخوایم بگیریم. الان بس پرسید این که امروز تو روزنامه های ایران اکثرا حمله کردن به عربستان سعودی که چرا تو داری به اصطلاح برداشت نفتی تو زیادتر میکنی، تولید تو بیشتر میکنی، و به اوپک هم شکایت کردن که جلوی تولیدات زیادی عربستان و سعودی رو بگیری. این چیه؟ واقعیت اینه که ایران همکنون تولیدی در حدود 3,300,000 بشکه در روز داره، ولی نصفش داخله. ولی مهم اینه، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میگه که فقط 15% تا 25% از این نفت رو میتونن به فروش برسونن. یعنی در حدود روزی در حدود 600,000 بشکه
تا 80,000 بشکه. یعنی در واقع درآمد نفتی ایران که خودشون ادعا میکنن در سال گذشته 111 میلیارد بوده، اگه 15% رو بتونن بفروشن میشه 15 میلیارد امسال. اگه 25% بتونن بفروشن 25 میلیارد. یعنی در واقع 75 میلیارد تا 80 میلیارد کمبود درآمد نفتی دارن. و جالب اینه که خود آژانس بین‌المللی انرژی چنین مطرح میکنه که در 14 نفتکش عظیم ایران دارن نفت ذخیره میکنن و هر نفتکشی هم در حدود 2 میلیون بشکه ظرفیت داره، ولی این ظرفیت داره پر میشه. یعنی ایران به زودی نمیتونه دیگه تولید بکنه برای اینکه مخزن نداره. یعنی 28 میلیون بشکه نفت الان کاملا جوره. و به خاطر همین هم حمله شدیدی در واقع به عربستان سعودی امروز ایران کرده و از اوپک خواسته که جلوی تولیدات عظیم عربستان سعودی رو بگیره. میدونی که عربستان سعودی هم اکنون بیش از 11 میلیون بشکه صادر میکنه. قبلا 9.5 میلیون بود، 1.5 میلیون. آره میگن دکتر دانش عراق میگن تا 4 ماه دیگه میتونه 10 میلیون بده پیو. عراق ببینین زمانی که صدام سقوط کرد 2 میلیون تولید میکرد، تا 2 سال پیش عراق فقط 2 میلیون تولید میکرد، امروز تولید نفت عراق به 3.5 4 میلیون. بله الان رسیده ایران صادر کنه. 2.5 میلیون صادر میکنه. یعنی جلوی در واقع جای نفت ایران میگیره. عربستان سعودی و عراق، به خصوص عراق، برای من این اهمیت داره. عراق خودش همپیمان جمهوری اسلامی میدونه، ولی جای نفت ایران گرفته، منافعش ایجاب میکنه، نفتش بفروشه، داره نفتش میشه. این روزخانه ایران هستن که منافع ایران براشون مهم نیست، برای همه کشور هست. متاسفانه همینه و به خاطر همین هم شدیدن امروز اعتراض کردن به اوپک که عربستان سعودی طبق برنامه اوپک اجازه نداره بیش از 9.5 میلیون بشکه در روز تولید بکنه، ولی 11.5 میلیون بشکه تولید میکنه و بیش از 9.5 میلیون بشکه رو صادر میکنه. قبلا در حدود 8.5 میلیون بشکه صادرات عربستان سعودی بود. خب طبیعتا جای نفت ایران گرفته. قبلا هم که خب میدونین شاهزاده الترکی سفیر سابق عربستان در واشنگتن اعلام جنگ نفتی کرده بود و گفته بود ما جای نفت ایران نمیگیریم و در واقع عملا دارن این کارو میکنن و ایران از لحاظ نفتی و تمام صحبتایی که میکنن ادعای میکنن ادعای پشت نیست، همکنون گفته میشه و این آمار یک بار دیگه آمار سازمان بین‌المللی انرژی که میگه ایران در حدود 15 تا 25% نفتش رو میتونه بفروشه. دو تا دانش ببینید، اینا سر مسئله همین فعالیت‌های اتمی تمام ماهواره‌های غرب، میدونید از ماهواره‌های اروپایی گرفته تا ماهواره‌های ژاپنی و نمیدونم اسرائیلی و اینا و حالا آمریکا میگه، اینا همه دارن نظارت میکنن بر فضای ایران، به خصوص پرچین. بله پرچین دارن نشون میدن که تو چه فعالیتی. الان یه عکسی هست که دارم خود از بارتان خواهش کردم این عکس رو نشون بده. شما نگاه کنید چقدر روشن از بالا اینا رو گرفتن. شما نگاه میکنید خیال میکنید یه دونه نردبون گشتن رفتن از اون بالا دارن میگیرن. تمام فعالیت اینا رو تو پارچین داره نشون میده، فعالیت هایی که مرتب اینا رو میشینن بغل هم دیگه این عکس ها رو و اینا میبینن که تو این منطقه چه تغییرات اساسی به وجود میاد. اینا دارن میگن آقا شما دارین فعالیت های دیگری مخفیانه میکنید، اینا زیر بار نمیرن، میگن نه خیر ما هیچ کاری نمیکنیم اونجا. حالا عکسای جدید نشون میده که در پارچین اینا بولدوزرهای جدید گشتن دارن پاکسازی میکنن کاملا. نگاه کنید عکس بولدوزرها اینا رو مشخص کرده. گفته میشه طبق تصاویر ماهواره ای که همین چند روز پیش این تصاویر گرفته اینا این جدیدترین بله و در آژانس بین المللی اتمی در وین این تصاویر نشون داده شده که در پارچین تغییرات اساسی به وجود اومده. ساختمان‌های زیادی را در محوطه پارچین در واقع تخریب کردن و بولدوزرها خاک برداری می‌کنن و این نشون دهنده اینه که در واقع اینا می‌خوان اون اثراتی که از انفجارهای اتمی وجود داشته و اون اتاقه و محفظه اتمی که غرب میگه چنین محفظه وجود داشته می‌خوان اینا رو از بین ببرن تا در واقع متخصصین آژانس بین‌المللی اتمی نتونن اثری پیدا بکنن. و جالب اینه که واقعا سوال اینه که اگه ایران چیزی رو برای مخفی کردن نداره، سازمان انرژی اتمی مدت‌ها چندین ماه اصرار میکنه که ما بریم پارچین رو ببینیم. شما اگه چیزی برای مخفی کردن ندارین و پارچین فقط یک پایگاه نظامی معمولی است، چطور چنین اجازه میدین؟ اگر اینا بخوان بیان تو پارچین رو ببینن، اینجا یه محوطه نظامیه، بخوان اسرار نظامی ما رو بفهمن، خب اینا میتونن بگن که ما این آدم حتی این در اختیار داره که متخصصین رو انتخاب کنن، بگن ما بساز به آژانس بین‌المللی اتمی بگن ما این متخصصین حاضریم قبول کنیم بیان پارچین رو به اصطلاح بازدید کنن. ببینید حتما متخصصین نمیخواستن کاملا تمام پارچین رو بازدید کنن. ببینید یکی از خواسته های آژانس بین‌المللی اتمی اینه که با دانشمندان اتمی ایران مصاحبه بکنه، صحبت بکنه. خب واقعا احتیاج نداره در پارچین باشه.
شما اگه دلیلی ندارین، اگه واقعا چیزی برای مخفی کردن ندارین، چطور اجازه نمیدین با متخصصین؟ خب اینا میگم خب اینا رو شناسایی کنن. خب با نقاب بیان دوزو دانش. یادتون اون شهرام امیری رو آوردن گفتن آقا این قهرمانش کردن، قهرمان ملی، و گل انداختن گردنش رو آوردنش، گفتن تو آمریکا این آدم اومد آرتیست بازی کرد، گفت من فرار کردم از دست سیایه، اومدم تو یه جای مخفیانه، خلاصه بعدن رفت ایران، معلوم شد که زن و بچه‌ش رو گروگان گرفته بودن و بهش گفتن اگه برنگردی بچه‌تو می‌کشیم و اینا. این رفت تو فرودگاه، یادتونه که گل انداختن گردنش، میدونی چی شده؟ 10 سال زندانش محکوم کردن، نمیدونم چند سالم قرار شده بره برازجان کجا بره اونجا به عنوان خائنی که لو داده بوده. در واقع مسئله امیری به این ترتیب بود، موقعی که به حج عمره به عربستان سعودی میره، خودش در واقع خودش رو تحویل سیای آمریکا میده. بله. و اولین کسی است که در رابطه با سایت فردو صحبت میکنه. بله. قبل از اینکه آمریکایی‌ها با هواپیماهای در واقع جاسوسی خودشون سایت فردو رو کشف بکنن، امیری است که چنین صحبتاری میکنه. ولی اون چیزی که جنایت در این رژیم اینه که پسر چندین سالش و پسر 5-6 سالش و اونو میخواستن به قتل برسونن و میگن اگه تو به ایران برنگردی پسرت رو به قتل میرسونن. حتی بچه رو منش نه آوردن پای تلفن و تحت فشار قرار دادن. پیشو گفتم و موقعی که وارد ایران شد قهرمان نشون دادن. بله. قهرمانی که وارد ایران شده و به درستی شما میگین امروز به 10 سال زندان محکومش کردن و واقعا اسف انگیز و این جالبه که یک کارشناس روسی گفته این توی اقاریر خودش تو دادگاه نظامی محکومش کردن، گفته که به من بین 5 تا 50 میلیون دلار اینا پیشنهاد دادن آمریکایی که من اگر بمونم تو آمریکا بهش میدن. بعد اون گفته که این از این توصیفای شرقیه که بیشتر تو وهم و خیالات تو واقعیت. آمریکایی‌ها به خاطر بزرگترین جاسوسا حاضر به 500 هزار دلار پرداخت هم نیستن، چه برسه 50 میلیون. این متخصص روسیه در واقع یکی از خودش یکی از کسانی بوده که در کجیبی روسیه نقش مهمی رو بازی میکرده. میگه حتی به جاسوسای آمریکایی که روسی بودن و در واقع محکوم شده بودن، اطلاعات جاسوسی شوروی رو میدادن، آمریکا چنین پرداخت نمیکرد. چه که به آقای بله نوشته که ایشون بیشتر در اوهام و خیالات شرقیه این رقم ها رو گفته که بل پنج بین 5 تا 50 میلیون دلار آمریکا حاضر بوده به من بده که من در آمریکا بمونم. من نمیدونم اینا این خیالات از کجا. حالا ولی اینی میدونم که حدود مثل این که 10,000 دلار یا 20,000 دلار به حساب این پول ریخته بودن، ولی بعد خورد این پولم دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه برای اینکه این روابط بانک. من اینو توی روزنامه خوندم، مونده پول اینجا و هیچ کاری هم نمیتونه. حالا یک سوال دیگه هم داشتم ولی ما متاسفانه بیشتر از 2-3 دقیقه دیگه فرصت نداریم دکتر دانش. راجع به این جریان طرح ترور دیپلمات‌های آمریکایی بود که گویا ایران روی این طرح داره کار میکنه، خیلی مختصر و حدود 1 دقیقه میتونید 2 دقیقه میتونید بگید؟ واشنگتن پست از یک چنین طرح تروری صحبت میکنه، میگه که در واقع جمهوری اسلامی با کمک حزب الله لبنان، خب میدونی حزب الله لبنان همیشه در بازوی عملیاتی جمهوری اسلامی بوده و این مطلب به خصوص در دادگاه موکونوس آلمان در واقع افشا شد. یکی از قاتلین در واقع یکی از افراد اعضای حزب الله لبنان بود و چنین صحبتی که در هر 7 کشور مثل پاکستان و سودان و تاجیکستان و تایلند و اینها در واقع می‌خواستند دیپلمات‌های آمریکایی و آذربایجان دیپلمات اسرائیلی رو به قتل برسونن. و جالب اینه که واشنگتن پست میگه موقعی که ایران حاضر میشه دوباره مذاکرات اتمی رو با کشورهای 5 به اضافه انجام بده، در واقع سکوت میکنه غرب. شاید بتونه در رابطه با این سکوت بتونه امتیازاتی از ایران بگیره در رابطه با برنامه اتمیش، ولی خب این مسئله است که واشنگتن پست اون رو مطرح کرده و خب ایران مثل همیشه تکذیب میکنه، میگه چنین واقعیت نیست. ولی اون چیزی که مسلمه، آذربایجان در همین سال گذشته 3 بار ادعا کرده دولت آذربایجان گروهای 10 نفری و 20 نفری و بیشتر از اون رو در واقع دستگیر کرده که در این گروه ها هم آذری های خود آذربایجان بودن، هم افراد سپاه پاسداران شرکت داشتن، هم از حزب الله لبنان که در واقع اینا میخواستن دیپلمات های خارجی اسرائیلی و آمریکایی رو ترور بکنن. خیلی ممنونم دکتر دانش عزیز از مرسی آقای صحبت های امشبتون و همیهنان گرامی. برنامه منم به همجا به پایان میرسه. قبل از اینکه به برنامه پایان بدم، فردوسی شماره جدیدش در آمده، از زیر چاپ خارج شد، شماره 105. میدونید که عباس پهلوان نازنین این مجله رو به اتفاق عسل پهلوان، دختر بسیار نازنین خودش، این مجله رو خیلی پربار هر هفته مرتب سر موقع انتشار میده. بسیار روی این جلد جدیدش با امیر هست که
یک امیر طراح معروف ایرانی که کارهای بسیار جالبی کرده این آقای امیر، یکی از این چیزهای بزرگ و اختصاص داده به اینکه خلیج فارس همیشه خلیج فارس خواهد بود در یک شعارهای معروف لس آنجلس این روز زده. و از شما دعوت میکنم در حقیقت فردوسی رو همیهنان گرامی مطالعه بکنید، بسیار نویسندگان خوب و صاحب قلم و مشهور و معروف در این شماره فردوسی با عباس پهلوان و عسل پهلوان همکاری بکنید. سپاسگزارم همیهنان گرامی که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.